خانه ها سیر و اسرار دارند. از نعمت های پروردگار بر ما خانه های است که ما در آن زندگی میکنیم، که انسان در آن خانه ها آرامی را حس میکند، که اگر آن در خانه خود در بین آیلش باشد و در خانه ها خصوصیت های هست که کشادن آن جایز نیست و سیرهای دارد که کشادن آن جایز نیست و آن امانت از امانت ها است و از حکمت ها حفظ این سیرها است و هر آینه بعض امهات مؤمنان را الله سبحانه و تعالی عتاب کرد تا سیر خانه را نکشویم و الله تعالی فرمود و چون پیامبر به یکی از زنان خود پنهان سخن را گفت پس چون آن زن آن سخن را افشا کرد و الله پیامبر را بر آن آگاه ساخت، پیامبر آن زن را به بعض آن سخن شناسا کرد و از بعض اعراض کرد و وقتی که او را با آن خبردار کرد آن زن گفت که تو را به این خبر داد، فرمود الله دانای خبردار مرا خبر داد. سوره تحریم آیت 3. و از بزرگترین سرها علاقه بین زن و شوهر که افشای آن به هر دوی آنها حرام است. الله سبحانه و تعالی فرمود پس زنان نیکوکار فرمان بردارند و در نبودن شوهر آنچی را نگه دارنده اند که الله آن را نگه داشته است. سوره نساء آیت 34. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند در روز قیامت بهترین جایگاه در نزد الله از آن آن مرد است که با همسرش هم بستر می شود و زنش آنگاه سر همسرش را فاش می کند. حدیث با روایت امام مسلم. و فاش کردن سر خانه ها جایز نیست، اگرچه با حقیقت و یا از سخن مردی باشد که در خیر و باوری است و یا از سخن شخصی باشد که با پشیمانی به شما سخن کرده باشد و یا از سخن شخصی باشد که به خرسندی و الهام به شما گفته باشد، زیرا فاش کردن سر خانه نوعی از خیانت ها است. مگر یک مشکلاتی که آن را کسی حل کرده نمی تواند مگر آنهایی که اهل حکمت هستند. بنابراین ما از صورت گرفتن بعضی از خانه ها و پهن کردن آن در شبکه های اجتماعی برحذر باشیم، زیرا این عمل ما ضررهای بزرگ دارد و به ما واجب است که مشکلات خانه ها را در داخل دیوار آن خانه ها حل بکنیم، زیرا اگر آن سیر پهن گردد آن مشکلی ها زیاد و بزرگ گردد و اگر آن مشکلات ها را محاصره کرده باشند آن مشکلی خرد گردیده پس نیست و نابود گردد. و اگر زن و شوهر با هم بحث و جدال کردن می توانند از هر دو طرف دو نفری که از اهل حکمت هستند به بحث و جدالشان همراه کنند. الله سبحانه و تعالی فرمود اگر میان زن و شوهر مخالفت معلوم کردید پس داوری از خیشان مرد و داوری از خیشان زن معین کنید. اگر این داوران صلح را بخواهند البته الله تعالی در میان آنها موافقت کند، به درستی که الله تعالی دانای آگاه است. سوره نساء آیه 35.